آغاز جنگ بدر 13 مارس 624 میلادی 17 رمضان سال دوم هجری قمری جنگ بدر یا غزوه بدر که به بدر الکبرا نیز شهرت دارد به جنگ میان لشکر پیامبر اسلام و لشکر قریشیان در منطقه‌ای به نام بدر گفته می شود. بدر نخستین نبرد بزرگ پیامبر با مشرکان است. به گواه تاریخ پیش از هجرت محمد رسول الله مسلمانان مکه توسط قریشیان و مشرکان مورد آزار و اذیت بسیار قرار می گرفتند و از مناسک حج باز داشته می شدند. پس از هجرت نیز قریشیان به طرق دیگر کینه خود را نشان می دادند. آنها سعی می کردند تا با تحریم اقتصادی، تبعید مسلمانان مکه، تصاحب اموال آنها، تحریک یهودیان و دیگر قبایل بر علیه پیامبر و نقشه کشی برای ترور ایشان مسلمانان را وادار به تسلیم شدن کنند. اما هر بار با شکست مواجه می شدند. پیش از جنگ بدر چندین نبرد کوچک و کوتاه بین دو گروه شکل گرفته بود اما نتیجه‌ای در بر نداشت تا اینکه خبری به پیامبر رسید مبنی بر اینکه ابو سفیان با گروهی در حال تجارت اموال غصبی مسلمانان است. با شنیدن این خبر مسلمانان از رسول خدا درخواست کردند تا به قصد انتقام جویی و نیز باز پسگیری اموالشان وارد جنگ شوند. پیامبر پذیرفت و با 313 نفر از یارانشان مدینه را به مقصد بدر ترک کردند. در همین حین ابو سفیان از نقشه حمله با خبر شد و فوراً پیکی به مکه روانه کرد تا قریشیان را مطلع کند. خود نیز مقصد کاروان را تغییر داده و به مکه بازگشت. سپاه پیامبر در 15 رمضان به منطقه بدر رسید. ابو سفیان که خود بازگشته بود به دیگر سپاهیان مکه نیز پیغام فرستاد که قصد جنگ نکنند و به شهر بازگردند. اما عمر ابن هشام مشهور به ابو جهل حاضر به بازگشت نشد و فرمان داد باید 3 روز در بدر بمانیم، خوش بگذرانیم، بنوشیم و بخوریم تا مسلمانان بدانند که قدرت و پیروزی نزد ماست. همچنین ابو جهل از تعداد اندک سربازان و کمبود امکانات جنگی سپاه پیامبر خبر داشت و همین موضوع او را مغرورتر می کرد. نبرد در 17 رمضان سال دوم هجری مصادف با 13 مارس 624 میلادی آغاز شد. در همان دقیقه های نخست 4 تن از فرماندهان اصلی مشرکان کشته شدند. ابو جهل که به شدت خشمگین شده بود دستور به حملات گروهی داد. اما در نهایت مسلمانان موفق به شکست سپاهیان قریش شدند. گفته شده حضور حضرت علی علیه السلام و حمزه در پیروزی نقش بزرگی داشته. در قرآن کتاب مقدس مسلمین بارها به این نبرد اشاره شده و مورخان و محققان اسلام گفتند که امداد الهی به یاری مسلمانان آمده است.